فارسی و انگلیسی در شهر لس آنجلس در دانشگاه UCLA هستیم و ناظر بر اجرای سخنرانی دیگری از سری کنفرانس هایی درباره ایران که به همت مرکز پژوهش های خاورمیانه و بخش مطالعات مربوط به ایران برگزار می شود. در برنامه امروز خانم مهرانگیز کار سخنران هستند و پروفسور ایران شناس لئوناردو بایندر در معرفی خانم مهرانگیز کار و ستایش از فعالیت های سیاسی و فرهنگی او ایشان را شخصیتی برجسته و همرزم خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل دانستند. خانم کار همسر سیامک پورزن فعال سیاسی است. خانم کار همکنون استاد دیدار کننده در دانشگاه ویرجینیا هستند. در سال 2000 کشورهای ایتالیا و کانادا مقام بین المللی زن سال را به خانم کار تخصیص دادند. از جمله تألیفات خانم کار کتاب گردنبند مقدس است که حاصل تجربیات ایشان است در مدتی که در زندان جمهوری اسلامی بودند. خانم مهرانگیز کار در مورد اهمیت و ارزش فعالیت‌های فعالان حقوق بشر و حقوق زن و دموکراسی در ایران صحبت نمودند و فعالان را این طور توصیف نمودند: در یک کلام، فعال ایرانی بیشترین توانایی خود را به کار گرفته تا مجبور نشود صحنه را ترک کند یا محکوم به حذف نگردد. با این حال در دو سال اخیر نحوه برخورد نظام‌های متعدد و موازی امنیتی با فعالان چنان بوده که جمعی از فعالان مؤثر و پرکار از عرصه حیات سیاسی فرهنگی درون کشور رانده شده‌اند. آنها یا مهاجرت کرده‌اند یا خانه نشین شده‌اند یا در راه خانه و زندان سرگردان مانده‌اند و امنیت خاطر ندارند. اینک اهدای جایزه صلح نوبل به یک زن فعال ایرانی این پرسش را در سطح جهان مطرح کرده است که شیرین عبادی کیست. او را باید در شرایط تاریخی خاصی که به ایرانیان بعد از انقلاب تحمیل شد پیدا کرد. ایرانیان هنگامی که نتایج انقلاب را با آرمان خود در تضاد یافتند واکنش نشان دادند. واکنش ها چنان بود که دهه اول انقلاب خونین شد. مبارزان ساختار عقب مانده قانون اساسی را نفی می کردند و در صدد بودند در کوتاه ترین زمان ممکن به مقصود برسند. شتاب انقلابی با خشونت دستگاه قضایی نوپدیدی که زیر نام اسلام سرکوب می کرد و می کند مواجه شد. جنگ 8 ساله ایران و عراق ظرفیت سرکوب را بالا برد و به کشتارهای جمعی منجر شد. با پایان جنگ اندک گشایشی در فضای فرهنگی کشور پدید آمد. صدور اجازه برای انتشار چند نشریه فرهنگی اجتماعی نخستین مظاهر این گشایش به شمار می رود. از آن جمله اند ماهنامه های آدینه، دنیای سخن و گردون. فعال ایرانی با مشخصاتی که پیشتر بیان شد در این شرایط تاریخی متولد شد. زادگاه تاریخی او همین مختصر روزنه هایی است که در حیات فرهنگی کشور گشوده شد. همزمان با این تحول دستگاه قضایی کشور که شمشیر انقلاب و قضای اسلامی را علیه وکلای دادگستری تیز کرده و در صدد برآمده بود تا همه راه‌ها را بر آنها ببندد، اندک چرخش و انعطافی از خود نشان داد و وکلا توانستند در برخی محاکمات حضور یابند. در این شرایط تاریخی واژه مبارز جای خود را به واژه فعال داد. نظام امنیتی همه را متقاعد کرده بود که مبارز را تحمل نمی‌کند. مبارز را محارب و مفسد فی الارض و محدور الدم می شناسد و بلافاصله او را می کشد. در این شرایط تاریخی فعالان زاده شدند و از دل جامعه برآمدند و تا سالها تا امروز نشو و نما کردند. سینما، مطبوعات، نشر کتاب، حمایت از حقوق زن، حمایت از حقوق بشر، دموکراسی،
در مرکز توجه فعالان نوظهور قرار گرفت. فعالانی که قوانین و بخشنامه ها و آیین نامه ها را زیر و زبر می کردند تا در پناه برخی نکات مثبت و مندرج در آنها تولید کنند و باقی بمانند.